يا حجة الله على خلقنا شب هشتم محرم ماست. امشب قرار طوفان بیاد در این شهر، جلسه ما اگرچه زودتر تموم میشه اما طوفان حقیقی کربلا آمد. وقتی علی اکبر عازم میدان شد، چه طوفانی شد کربلا، برگریزان شد، خزان شد، خانواده پیغمبر پرپر شده. شب شبی است که به یاد علی اکبر روزه میخونیم، به سر و سینه میزنیم، گریه میکنیم، اشک میریزیم. اون آقایی که گفتن اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله بوده، رضا جلسمونو با سلام و توسل به پیغمبر خدا شروع میکنیم. هر جا هم که اهل بیت کارشون مشکل شد، پیغمبر خدا رو صدا زدن. شنیدید وقتی علی اکبر خواست لحظات آخر بابا رو صدا بزنه، گفت یا ابتا، السلام علیک یا ابتا، هذا جدی یغره و کسلام. صدای پیغمبر رو میشنوم داره به تو سلام میکنه. یه جای دیگه ایم زینب کبرا رو کرد، شروع کرد با پیغمبر صحبت کردن. اونم زهرا شراست، فریاد زد یا محمدا، صلی علیک ملیک السما. یه جای دیگم ببخشید وارد جلسه میشم، بیشتر از این اذیتت نمی کنم. یه جایی هم مدینه حضرت زهرا پیغمبر رو صدا زد تا گفت یا ابتا، انگار عالم رو سر پیغمبر خراب شد. اونم اون وقتی بود که بین در و دیوار صدا زد یا ابتا، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. به قدر وسعتون با هر حالی که اومدی، همین که خودتو امشب رسوندی در خونه ابی عبدالله، با هر حالی که داری دستاتو بالا بیار. یا مجیها سيدنا الغريب يا ابو عبد حسين يا ابو خوش بحال شما خوش بحال من، امشب مهمانی علی اکبر شرکت کردم. وقت وداع از حرم نگاه پدرها، وقت
وقت وداع از حرم نگاه پدرها ملتمسانه تر است پشت پسرها آه پدرهای خسته آه کمرها آه پسرهای رفته آه جگرها می رود و یک صدا به گریه می افتد پشت سرش خیمه ها به گریه می افتد ای بی بی ها جمع شدن پشت سر علی گریه می کردن هی می گفتن یا علی ارحم علا غربت ما بدون مقدمه شب هشتم محرم رفتم سراغ روزه ایشالله دلای شما همراه بشه بیان پایین پای ما حسین یه روزی همین جمع هر کسی که با ما در فضای مجازی همراهه بریم کربلا دور ذریح ابی عبدالله حلقه بزنیم جا روزه بخونیم جا سینه بزنیم کیست که خاکش بوی گلاب گرفته این که برایش ملک رکاب گرفته بحر شهادت چنین شتاب گرفته زودتر از دیگران جواب گرفته سرکشی عشق او مهار ندارد بس که به شوق آمده قرار ندارد اول از بنی هاشم علی اکبر اومد در خونه ابی عبدالله از بابا که اذن میدان گرفت بابا سریع بهش اجازه داد بین راه میون لحظه ای تو راه کربلا قبل از روز عاشورا تو این مسیر یه لحظه ای ابی عبدالله خوابشون برد از خواب بیدار شدن دور بابا اومد علی دید ابی عبدالله آیه استرجاع به لب داره انا لله و انا الیه راجعون سری دوید کنار بابا بابا جان چرا آیه استرجاع خوندی فرمود پسرم در عالم رؤیا دیدم هاتفی ندا میده چه باشه تا این قافله داره سمت مرگ میره چی باید بگه بالاخره جوون آدمه جوون آدم عزیزه صدا زد اول اسنا علل حد بابا ما بر حقی میانه فرمود علی جان حق حول محور ما میگرده فرمود پس بابا جون دیگه چه خوفی از من مرگ اگر مرد است او نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ تربیت شده دست حسینه تربیت شده امام مجتباست تربیت شده امیرالمومنینه کیست که خاکش بوی گلاب گرفته این که ملک براش رکاب گرفته بحر شهادت چنان شتاب گرفته زودتر از دیگران جواب گرفته سرکشی عشق او مهار ندارد بس که به شوق آمده قرار ندارد باز نمایان شده جمال پیامبر باز تماشا شده جلال پیامبر پرده برانداخته کمال پیامبر این که خصالش بود خصال پیامبر سوی عدو نه علی اکبر خیمه می رود از خیمه ها پیامبر خیمه از صبح هرکی اومد
اجازه بگیره گفتم حتی غلام سیاش ابی عبدالله به این آسونی ها اجازه نمیداد. اومد علی اکبر خدمت امام سجاد، امام سجاد داره تو کوره یه تب میسوزه، یه وقتی کف پاش خنک شد به سختی نشستین، علی اکبر اومده تو خیمه، برادرها هم دیگر رو بغل کردن، چیزی شده علی جون اومدی تو خیمه من، صدا زد داداش همه رفتن همه شهید شدن، نوبت بنی هاشم رسیده، عین الحبیب کشته شد داداش، عین زهیر، عین مسلم ابن سجاد، همه شهید شدن داداش. هر کسی رو فرمود امام سجاد علی اکبر گم به شهادت رسیده، برادر اومدم باهات فدا کنم، این آخرین وداع ماست، میخوام برم از بابا اجازه بگیرم. دو برادر وداع کردن، اومد خدمت ابی عبدالله. شیخ جعفر شوشدری نوشته تو همین روزه علی اکبر سه بار سید الشهدا مشرف به موت شد. یه بار همینجا بود دید زن ها ریختن، موقع رفتن علی اکبر به میدون دور علی خیمه ها به هم تو حلقه محاصره زنها علی گیر افتاده. یه وقت تو این ودا نگاه کردید باباش دستاشو زیر بدنش زده، داره غریبونه علی اکبر رو نگاه میکنه. شیخ جعفر شوشدری نوشته علی خداحافظی کرد رفت میدان، اما راوی میگه دیدیم ابی عبدالله محاسن به دست گرفته، آروم آروم داره دنبال علی راه میاد. آخرین توشم از عمر تو این بود علی، که دم انگیز نگاهی ز قفایت کردم، تو ز من آب طلب کردی و من میسوزم، که چرا تشنه لب از خیش جدایت کردم. رفت جنگید، شاید پیش خودش احساس کرد، زبون حاله میگم مقتل نیست، شاید پیش خودش احساس کرد هنوز دل ابی عبدالله گیر علیه، لذا برگشت اومد گفت بابا آتش داره منو میکشه، الاتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجعدنی. بابا رضایت میدی شهید بشم یا نه؟ اینجا بود ابی عبدالله نظر آیه سنمه با نامیدی به علی نگاه، بابا ببین من تشنه ترم. دوباره رفت علی میدان، اینجا دیگه معلوم شد علی بر نمیگرده، چون صدا زد ابی عبدالله فرمود علی جان خیلی طول نمیکشه، جدم میاد سیرابت میکنه، هیدر کرار شد زمان خطر گشت، لشگر کوفه تمام مثل سپر گشت، ریخت به هم دشت را موقع برگشت، ضرب عمودی که خورد واقع برگشت، خون سرش بر روی عقاب چکید، راه حرم را نبید و شیگه اسب جنگی تربیت شده است، وقتی سوار دست به گردنش میندازه یعنی منو برگردون خیمه، اما خون فرد ریخ جلوی چشمای از جلوی چشماشو گرفت، عوض این که برگرد خیمه رفت تو دل دشمن، اول از بنی هاشمه لشگر تازه نفسه، یه کوچه باز کردن مهار اسب رو گرفتن، آوردن توی کوچه، حسین دید یه جا شمشیراه بالا میره،
فقط توب شیوب نرم ارم ابی عبدالله خودش رسول آن بدن از جفا شکسته ترین را آن بدن له شده به عرش یزین را باد سوی دیگری شکسته جبین را لشکر آماده نیست خواست همین را آه که شمشیرها محاصره کردن از همه سو تیرها محاصره کردن و شهدایی که تو محاصره داعش افتاده بودن فیض ببرن میگه بیخبرانه زدم بیخبر افتاد خوب که بیحال شد از پشت سر افتاد در وسط قتلگاه تا پسر افتاد در جلوی خیمگاه هم پدر افتاد یه وقت دیدن ابی عبدالله کشان کشان خودشو رسود به علی اکبر فوضع خده علا خده دشمن دید ابی عبدالله صورت به صورت جوانش گذار چی کار کردن؟ برای اینکه کسی صدای گریه حسین رو نشنوه آخه نوشته فبکا بکاعد آلیا دشمن شروع کرد هنه بکشیدن هر کجا نشستی صدا بزن حسین اولین قدم قوغا شد در حرم می رود خدا روحم ز پیکرم می فرستم سوی میدان جان خود را ای خدا شوقت اسماعیل من را می کشاند تا منا شوقت اسماعیل من را می کشاند تا منا گهی دلم در پیش تو گه پیش اوست خدای من در یک دل نگنجد دو دوست گهی دلم در پیش تو گه پیش اوست خدای من در یک دل نگنجد دو دوست علی لانم علی جانم علی جان علی جانم علی جانم علی جان علی جانم علی جانم علی جان با اولین قدم قوغا شده حرم با اولین قدم قوغا شده اسماعیل من را میکشاند تا منا علی جانم 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 از خیمه میرود من قامت کشیده بود
امید من. میدهم این لاله را که حاصل عمر من است، میدهم این لاله را که حاصل عمر من است. هدیه‌ام را میپذیری من که چشمم روشن است، هدیه‌ام را من که چشمم روشن است. هر آنچه که تو میخواهی آن شود، علی من در راحت قربان میشود. هر آنچه که تو میخواهی آن میشود، علی من در راحت قربان میشود. علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم. شبه پیامبر است هم نام حیدر است، شبه پیامبر است هم نام حیدر است. در بین لشگرم عباس دیگر است، در بین لشگرم اردهان از رزم او. قلب میدان در تلاطم از شکوه رزم او. حماسه شمشیرش مانند علی زده به قلب لشگر فرزند علی، زده به قلب لشگر فرزند علی. علی جانم، 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 علی جان. لاله‌ام تشنه بود خیمه آبی نداشت، داغ لبهای او داغی بر دل گذاشت. من بمیرم عاقبت از دست من، آبی نخورد. تشنه بود و تشنه رفت و تشنه آخر جان سپرد. پر پر شد لاله‌ام بار لاها ببین، پر پر شد لاله‌ام بار لاها ببین. عطرش می آید از هر جای این زمین، در کنار جسم او شد بیرمق زانوی من. گفتم ای تازه جوانم قوت بازوی من، دوباره برخیز آب رویم را بخر. تو ام را از بین نامم رم ببر، تو ام را از بین نامم رم ببر. علی جانم، 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 علی جانم. وای علی اکبرم نور دو دیده ترم، 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 وای علی اکبرم نور دو دیده
آقای من یا سال و زمان قدم قدم ز شما دورتر شدم، حالا نشستم سر راحت نیفتم از چشمم، چون دل ز قید بریدم تو وا کنی آغوش منو، امید پناهت نیفتم از چشمت. آقای من چی دارم این روزا و این شبا رو کنم، عمل صالحی ندارم، آبروی ندارم، در خونه علی اکبر حسین رفتیم، دلم میخواد آخر جلسه یکی از شهدا ما رو ببره در خونه جوان امام حسین، مدافع حرم، شهید میلاد مصطفی، رفقاش میگن داشتیم میرفتیم، یه وقت دیدیم تیر به گلوش زدن، همونجا افتاد، به شهادت رسید. اوضاع خوبی نبود، گفتیم نمیتونیم برش گردونیم عقب، اما تلاش کردیم جنازه رو یه گوشه ای بذاریم دست کسی بهش نیفته، داعشی ها به این بدن آسیب بیشتر نزنن. یه مدتی گذشت، به خواب یکی از رفیقاش اومد، گفت مادرم که از دنیا رفته مهمون خودمه، ولی بابام خیلی بیتابی میکنه، آخه داغ جوون خیلی سخته. آدرس داد، گفت فلان جا هنوز پیکر من مونده، برید بیارید تحویل بابام بدید، بابام دیگه پیر شد. میگه رفقاش اومدن اونجوری که خودش راه نمایی کرده بود بدن رو برداشتن، اما وقتی میخواستن به باباش بدن خیلی احترام کردن، بدن رو معطر کردن، گلبارون کردن، با ادب آوردن، تحویل دادن. وقتی هم بدن رو دادن همه رفیقاش گریه میکردن، میگن کربلا هم یه جوونی بود، موقع رفتنش همه گریه کردن، هم موقع رفتنش همه گریه کردن، هم موقع برگشتنش همه گریه کردن. آخه امی عبدالله این بدن ارمن اربار سپرد، جوونای بنی هاشم بین عبا بذارن، همون عبایی که باش امیر المومنین رو از مسجد به خونه آوردن حسنه، همون عبا کربلا علی اکبر رو توش گذاشتن. دیشب نشد بگم تو همین عبا هم امیر عبدالله علی اصغر رو پیچید، برد پشت خیمه ها
نمک جلسه ما به این روزه آخرشه. این دستا گدایی رو بالا بیار به بوسه دیم چنان شهدا رو سفید تو، اما منم غلام سیاهت نیفتم از چشمت، مرا جدا مکن از عشق روزه ارباب، فدای ناله و آهت نیفتم از چشمم، اگه دراره یه روزی برسه من سنگ اندازی بخوام بکنم به هر بهانه ای تو جلسه روزه ارباب. خدایا قبلش من از این دنیا ببر، اگر قراره یه روزی من مایه تفرقه بین مسلمین بشم، اگه قابل هدایت نیستم من از این دنیا ببر. خدایا ما رو مانع ظهور امام زمانمون قرار بده، نسل و ذریه‌مون رو یار امام زمان قرار بده. ده مرتبه این دستا گدایی بالاست، رو به آسمان بلنده، تو خونه ها هر کجا که نشستید همراه مایی. ده مرتبه یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب قلوب. خدایا به جوون دل ربای امام حسین، جوونای ما رو در ایمان و تقوا دل ربای امام زمانشون قرار بده. به این شهید جوان سالار شهیدان، شهیدان جوان حرم زینب کبرا سلام الله علیها رو امشب سر سفره علی اکبر مهمان بفرما. خدایا پروردگارا به شیرینی کام حسین، از این که موفق شد عزیزترین تحفه زندگیشو تقدیم مولاش کنه، به ما هم توفیق بده گوهرهای زندگیمون رو تقدیم شما کنیم. به نگاهی که حضرت پشت سر علی اکبر بعد از وداع آخر هنگام رفتن به میدان دوخته بود، زندگی ما رو مورد نظر و توجه حضرت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین قرار بده. به یمن کرم و احسان علی اکبر جوانان ما رو توفیق خدمت بی منت به والدین تا آخر عمرت بفرما. به نورانیت رعنا پسر ابی عبدالله زندگی ما رو به نور ولایت از این تاریکی ها و بنبست ها رهایی ببر. به زیبایی زیبا جوان حسین جوانان ما رو به زیور قرآن، به زیور تدبر در قرآن زیبایی حقیقی عنایت بفرما. به جوان زیبای ابی عبدالله نمازهای ما رو نماز علوی، زندگی ما رو معطر به عصمت فاطمی قرار بده. این نبی والد رحم الله من یقرأ الفاتحة قبلها صلوات. سپردمت به خدا ای عزیز جان پدر، ترحمی پسرم بر قد کمان پدر، به باد گفتم